гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. برنامه مذکور بود از گرین سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دومی چند دقیقه که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. تاجیکستان نقشه دارد تیرماه سال روان استراتژی ملی مبارزه با افراطگرایی تا سال 2020 را تصدیق کند. حجت مذکور بر اساس چهار بندی مهم آماده شده است. گلین فسخودینوف شما را با تفصیلات بیشتری این موضوع آشنا می‌سازد. معلوم شد که استراتژی ملی مبارزه با افراطگرایی برای 4 سال پیش بینی شده است. مؤلفان در لایحه این حجت 4 بند را وارد کردند. قسمت اول گذراندن کارهای اطلاعاتی و فهماندهی میان جوانان را در نظر دارد. دوم این مبارزه با افراطگرایی در محیط اطلاعاتی علل خصوص توسط اینترنت. قسمت سوم پیشگیری افراطگرایی در مؤسسه‌های اصلاحاتی بوده. بند چهارم این مبارزه بر ضد گسترش عقیده‌های اکستریمیستی میان زنان میباشد. با این منوال تاجیکستان نقشه دارد پیش راهی افراطگرایی را بگیرد و این عمل منطقی نیز هست، میگوید رهبر مرکز تحقیقات افغانستان و آسیای مرکزی قاسمشاه اسکندروف. استراتژی ملی در مرحله آماده سازی قرار دارد. سر این مسئله کارشناسان و متخصصان کار کرده شدند. باعث خوشنودی است که امروز توجه بیشتر به مسئله پیشگیری افراطگرایی روانه می شود. برای پیشگیری مشکل کار کردن بهتر از اون است که بعد نیرو و قوای زیاد را برای خاموش کردن نزاع صرف کرد. کارشناسان بر این باورند که استراتژی ملی جواب به فعالیت تبلیغگران گروه های افراطی در تاجیکستان ممنوع اعلان شده می باشد. پیش از همه دویش است. تشویق جوانان به گروه های افراطگرای اسلامی امروز حکومت کشور را سخت نگران کرده است. طبق اطلاع رسمی وزارت کارهای داخله در نتیجه کارهای ترغیباتی و تشویقی اعضایان این گروه ها بیش از 500 شهروند تاجیکستان در منطقه جنگی در افغانستان و سوریه بودند. نزدیک به 150 نفر در این زمین ها جان از دست دادند. طبق اطلاع مقامات قدرتی در کشور چند کوشش و تلاش حمله تروریستی پیشگیری کرده شده است. میگوید کارشناس مسائل امنیت رهبر مرکز تحقیقات منطقه های جهان عزیز رحمانوف. замечен случай не только участия наших в Сирии, но и даже в Йемене. Полагаю, شرکت شهروندان ما در عملیات های جنگی نه تنها سوریه بلکه یمن هم به قید گرفته شده است. چطور به این راه داده شد این مسئله علاقیده است. اما من فکر میکنم اکثر آنها نفهمیدن به آنجا رفتند. احتمالاً تنها 10-15 درصدشون دونسته و پابند عقیده‌های دینی خود به آنجا رفتند. قسمت دیگر ندونسته و فکر نکرده در این عملیات ها شرکت دارند. آنها برگشته ایستادند. قدم‌های اول در راه پیشگیری افراطگرایی و تروریسم تاجیکستان سال سپری گشته گذاشته بود. آن وقت با تشبث وزارت کارهای داخله در کشور گروه‌های تشویقاتی تشکیل داده شدند که کارهایشان به جوانان روانه شده بودند. رهبر تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان خودوبردی خالق نظرف در این مورد چنین اظهاری نظر کرد. جوان‌هایی که موقتاً بیکار هستند، جوان‌هایی که کار رو از دست دادن، از روسیه برگشتند یا اینکه از اونجا دیپورت شدند، اینها تومه اصلی برای امیسرها هستند. برای اینکه اینها همین کار را انجام ندهند، ان همونجا حضور گروه های تبلیغاتی همه جا کار میکنند. گروه تشویقاتی کوشش دارند که به جوانان مواد با صفت ذهنی پیشنهاد نمایند. اختیاران این گروه کتاب ها اید به خطر افراطگرایی تقسیم کرده نوارهای ویدیویی نمایش میدهند. مقصد آنها به مردم فهمانیدن است که شرکت آنها در گروه های افراطگرایی چی نتیجه داده میتواند. میگوید خودوبردی خالق نظرف. ان همون نشان میدهد که چی گونه اگر اون کسی که با همین دیش یک جو شود وای علاقه خائن وطن است، وای با ملت و دولتش خیانت میکند. چرا که این دیش هدفش چی است؟ هدفش نابود کردن دولت ملی است. اینا نمیخواهند که یگون دولت ملی وجود داشته باشد. بر طبق گفته های تحلیلگران تا زمانی که سبب های شرکت جوانان در گروه های افراطی برطرف کردن نشوند، تمام کوشش ها برای پیشگیری افراطگرایی و تدبیرهای جزادیهی نتیجه دادن نمیتوانند. سبب اساسی این روند باشد این کمبیزاتی است. طور کارشناسان تاکید میدارند محض بیکاری و مشکلات اقتصادی سبب اساسی به چنگ تشویقاتچیان زدن مردم میگردند. در استراتژی نوی ملی مبارزه با افراطگرایی به بخش اقتصاد دقت جدی داده شده است، میگوید معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور فریده مومینوا. میخانیزمی که میتوانند جلب جوانان به سازمانهای افراطی را پیشگیری نمایند، این دسترسی به
جای کار و رشد همه جانبه انسان علل خصوص جوانان است. دقت جدی محض به جوانان روانه شده است. طبق آمار رسمی تا 2 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 100 نفر به جرم افرادگرایی بازداشت شدند. این فهرست قریب هر ماه زیاد می شود. تا کجا چاره های پیشگیری کننده به حل و یا سبکتر کردن مشکلی مذکور باعث می گردد تنها پس از بررسی نتیجه های استراتژی ملی مبارزه با افرادگرایی معلوم خواهد شد. گزارش را گلیم فتودینوف از شهر دوشنبه آماده کرده است. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرح داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44 640 10 11 زنگ زنید. برنامه مذکور بود از گرین سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل رو صحبت خواهیم کرد.